اینجا ساختمان منزل ها برای آسیب دیدگان سیل در دهه سرخابی منطقه کلاب جریان دارد. کارهای ساختمانی باید تا آمدن فصل سرما انجام یابد و خانه ها به صاحبانشان تحویل داده شوند. کمیته حالت های فوق العاده منطقه میگوید خانه ها در جای امن ساخته می شوند. از جمله در این مکان 30 خانه برای آسیب دیدگان بنیاد می شود. از همین 36 نفر عین زمان 30 نفرش با جای به خوف زمین و جای دادگان انا شیخ آباد موزه میگن اونجا دوزی خونوشن سر کردن ساختن شونه. باران و سیلاب شدیدی که 25 می در منطقه کلاب رخ داد به منزل های نزدیک 200 خانواده در دهه سرخابی ناحیه فرخار خسارات رسانده بود. در این حادثه 36 خانه به کلی خراب شده بود. مقامات زیانی رسیده به مردم از این حادثه را بیش از 7 میلیون سومانی برآورد کرده بودند. رئیس ناحیه فرخار گفت که هزینه بنیادی منزل های نو برای آسیب دیدگان را حکومت کشور به دوش گرفته است. ای سحر ما میریم صوت 5 سحر رحمت محترم مانشو غفور جو رحمت حکومت جمهوری تاجیکستان محترم جناب ویلی که امروز مسئولیتش دادن ساختمون رفته است داد. خیلی بعضی معما است که من میسازم من اینجا میخوام دیگه جا میخوام خصوصا مو گفتگوزار کرد روش یافته ساختمون کاروسی. حالا ساختمان 6 خانه دیگر در خود دهه سرخاب جریان دارد. ساکنان این دهه در روزهای اول از نرسیدن کمک ها شکایت میکردند. مقامات محلی میگویند که راه های سیلگذری دهه را نیز پاک میکنند تا مردم از سیلاب های آینده ضرر نبینند. دهه سرخاب در یک منطقه کوهدامن و در نزدیکی رودی سرخاب جایگیر است. بار اول نیست که مردم این دهه از سیل ضرر میبینند. 6 سال پیش به این دهه سیل شدید آمده چندین خانه را ویران کرده بود. آن وقت با کمک دولت قطر 10 خانه بنیاد شد، اما برخی از ساکنان گفتند که به آنها آن وقت منازلی نو داده نشد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، دهه سرخابی ناحیه فرخار.